بر خط خبرها. طالبان خواهان رهایی انس حقانی در بدل دو استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان. حکومت اما میگوید با هیچ کسی در این مورد صحبت نکرده است. بحث هایی که در این زمینه صورت گرفته بحث های بسیار کلان است که مربوط به امنیت ملی. ابطال رای های بدون بایومتریک حرف نهایی کمیسیون مستقل انتخابات. آرای بدون بایومتریک قطعاً با هیچ وجه با هیچ طرز داخل سیستم و حساب و کتاب سرش نمیاد. شورای نامزدان خواهان دادگاهی شدن نامزدانی اند که تقلب کردند. کودکان افغانستان زیر رگبار گلوله های جنگ. جوانان 18 ساله در تمام عمر دود جنگ نفس کشیدند. هر طفلی که در 18 سال در افغانستان تولد شده و بزرگ شده با جز از جنگ هیچ چیز دیگه ندیده. و آغاز خروج نظامیان آمریکایی از سوریه. به نام خدا و عرض سلام، بیننده مهمترین ها در عصر دوشنبه از یک هستید. فردین امینی هستم با مشروع خبرها. یکی از توافقهای به دست آمده در گفتگوهای زلمه خلیلزاد و هیئت طالبان در اسلام آباد، مبادله گروهی از طالبان به شمول انس حقانی در برابر رهایی دو استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان است. رسانه های پاکستانی نگاشتند که خلیلزاد از طالبان خواسته تا در بدل رهایی 11 عضو طالبان که دیروز از زندان بگرام رها شدند، افزون بر رهایی 3 مهندس هندی، دو استاد دانشگاهی آمریکایی افغانستان را باید رها کنند. اما طالبان گفتند این استادان را در مرحله دوم و در بدل رهایی دومین گروه از طالبان به شمول انس حقانی رها خواهند کرد. رسانه های پاکستانی این را هم نگاشتند که طالبان بار دیگر درخواست اصلی آمریکا، آتش بس و گفتگو با دولت افغانستان را رد کردند. در همین حال طالبان گفتند که رهبران این گروه در مورد پیشنهادهای دیگر آمریکا که هنوز مشخص نیست رای زنی هایی را آغاز کردند. بهاءالدین انصاری. خواستهای جدید نمایندگان آمریکا و طالبان پیش از آغاز دوباره گفتگوهای احتمالی صلح. رسانه های پاکستانی نگاشتند که طرف های آمریکا و طالبان در اسلام آباد در امر اثرگیری دوباره گفتگوها گام های را بر پیش برداشتند، اما هنوز بنبست در گفتگوها بر جای خود باقی است. یکی از موضوعهای مهمی که در اسلام آباد میان دو طرف به بحث گرفته شده، تبادل زندانیان بوده است. رسانه های پاکستانی به نقل از منابع نزدیک به طالبان نگاشتند که رهایی اعضای ارشد طالبان به شمول انس حقانی که در زندان دولت افغانستان است، در این گفتگوها نیز مطرح شده است. ظاهرا خلیلزاد از طالبان خواسته است در بدل رهایی 11 عضو طالبان که دیروز رها شدند، افزون بر رهایی 3 مهندس هندی باید دو استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان را نیز رها کنند. اما طالبان گفتند که این استادان را در مرحله دوم و در بدل رهایی دومین گروه طالبان به شمول انس حقانی رها خواهند کرد. آقا آمریکایی استادان در پنتون داغ تبادلی په باندې خبری سی ویلی کدای سی چې پاره کې بنجان خلاصي او البته لکه ته پښتنه وکړل چې په دې کې به انس حقانی وي ډیر امکان استه چې هغه دیم پکشي کې وځه چې هغه بنجان داغه پلاس کې دی ز فکر کوم. انس حقانی در سال 2014 هنگام برگشت از بحرین به قطر توسط نظامیان آمریکایی بازداشت و به مقام های افغانستان تحویل داده شد. مشاور رسانه‌ای ریاست جمهوری میگوید تلاش های جسته و گریخته صلح نیست. صلح باید بر محور حاکمیت و رهبری دولت افغانستان به پیش برود. او در مورد رهایی زندانیان طالب جزئیات نمیدهد، اما تاکید میکند که به زودی اطلاعات بیشتر با رسانه ها شریک خواهد شد. و دولت افغانستان این بحث را خلاف اصول و قواعد بین الملل و خلاف اصول همجواری میدانم. بحث هایی که در این زمینه صورت گرفته بحث های بسیار کلان است که مربوط به امنیت ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان میشه که در این زمینه در آینده نزدیک ما وضاحت های لازم را با شما شریک خواهیم. نیروهای آمریکایی دیروز 11 عضو مهم طالبان به شمول شیخ عبدالرحیم و مولوی رشید، والی های پیشین طالبان برای ولایت های کنر و نیمروز را در بدل رهایی 3 مهندس هندی از زندان بگرام رها کردند. طالبان خبر رهایی 11 عضو این گروه را تایید کرده و گفتند که این افراد را در بغلان تحویل گرفتند.
7 مهندس هندی که برای نیروگاه برق در ولایت بغلان کار میکردند در ماه مه سال 2008 توسط طالبان به گروگان گرفته شده بودند. با این حال در گفتگوهای خلیلزاد با طالبان در اسلام آباد درباره اثرگیری گفتگوهای صلح نیز بحث شده و دو طرف گفتند به اثرگیری گفتگوها نزدیک شدند. طلعت مسعود از جنرالان بازنشسته ارتش پاکستان نیز به این باور است که احتمال دارد گفتگوها اثر گرفته شوند و طالبان ممکن است توافق کنند تا حملات خود را بر نیروهای خارجی و افغان کاهش دهند و به همین گونه آمریکا هم حمله های هوایی خود بر مواضع طالبان را کاهش خواهد داد. سرانجام گفتگوها از سر گرفته خواهند شد. این تنها به زمان بستگی دارد، اما گفتگوها به مفهوم پایان همکاری های امریکا با افغانستان نیست. امریکا در افغانستان همچنان حضور خواهد داشت. من باور دارم که طالبان باید تا حدی به خواستهای ایالات متحد به ویژه آتش بس تن دهند. در غیر آن ایالات متحد قبول نخواهد کرد که روند صلح را از سر گیرد. روزنامه آمریکایی در نشنال انترست نگاشته است که طالبان بر پیشنویس توافقنامه‌ای که در 9 دوره گفتگوها با آمریکا رویان به تفاهم رسیده بودند پابندند و خواهان عملی شدن آنند و نیز آمادگی خود را برای اثرگیری گفتگوها از نقطه متوقف شده ابراز داشتند. اما ظاهرا خلیلزاد پیشنهادهای تازه‌ای هم به هیئت طالبان در اسلام آباد مطرح کرده است. با آنکه در مورد خواستهای تازه آمریکا جزئیات در دست نیست، اما هیئت طالبان گفته است رهبران این گروه مشغول رایزنی‌های در مورد پیشنهادهای تازه آمریکا‌اند. دو خواست دیگر خلیلزاد که آتش بس و گفتگو با نمایندگان دولت افغانستان است توسط طالبان رد شده است. نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری تنها بر اساس رأی های بایومتریک شده اعلام خواهد شد. کمیسیون های انتخاباتی نامعتبر بودن رأی های بدون بایومتریک را خط سرخشان می خوانند و می گویند تا زمانی که رأی های بایومتریک شده از رأی های بدون بایومتریک جدا نشود، کمیسیون انتخابات نتیجه ابتدایی را اعلام نخواهد کرد. از سوی به گفته مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات، مواد حساس انتخاباتی تمام مرکزهای رأی‌دهی به مرکز رسیده است. با این حال یافته های برخی نهادهای ناظر نشان می دهد که انتخابات ریاست جمهوری با آن که با تقلب امراه بود است، اما با آن هم بهتر از انتخابات پارلمانی برگزار شده است. خط سرخ کمیسیون‌های انتخاباتی باطل شمردن رأی‌های بدون بایومتریک. با افزایش تردیدها نسبت به معتبر بودن و یا نبودن رأی‌های بدون بایومتریک، مقام‌های کمیسیون‌های انتخاباتی اینجا آمدند تا بار دیگر اطمینان دهند که نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری تنها پس از جدا شدن رأی‌های بدون بایومتریک از رأی‌های بایومتریک شده اعلام خواهد شد. خط سرخ دو کمیسیون است که او به هیچ وجه هم قبول نمی شود. آرای بدون بایومتریک قطعا با هیچ وجه، با هیچ طرز داخل سیستم و حساب و کتاب سرش نمی آید. همه مواد ولایات، مواد حساس رسیده در انگر جای به جای شده. پروسس در دیجیتال سنتر و در دیتا سنتر بر رسیدگی به ریزلشتای فیزیکی رسیدگی صورت میگیره. از سوی به گفته مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات، مواد حساس انتخاباتی تمامی مرکزهای رایدهی به مرکز انتقال یافته است و اطلاعات بایومتریک نزدیک به 22,000 فرم دیجیتالی هم ثبت سیستم شده است. همزمان 4 نهاد ناظر انتخاباتی اینجا آمدند تا یافته هایشان را از روز انتخابات با رسانه ها در میان بگذارند. یافته های نظارت بیش از 7,000 ناظر در 4,435 مرکز رایدهی نشان می دهد که در روز انتخابات بانک تقلب های صورت گرفته، اما با آن هم مدیریت انتخابات ریاست جمهوری بهتر از انتخابات پارلمانی سال پار بوده است. مشکلات، تخطی ها و تقلبات در انتخابات وجود داشت، اما مدیریت انتخابات نسبت به انتخابات پارلمانی بهتر بوده. اکثر مراکزو که در نظارت په وخت کې په ټلیفون د ټلیفونو بندیز د مراکزو په پټو په پټو کې له ابهام په ځانګړي ډول په کابل کې په مشاهدینو یې له خورا ستونزو سره مخامخ کړی وو. بر اساس جدول زمانی کمیسیون مستقل انتخابات، نتیجه ابتدایی تا 2 هفته دیگر یعنی در 27 میزان اعلام خواهد شد. حالا با توجه به مسئولیت اصلی کمیسیون ها برای جداسازی رای های سیاه سفید،
دیده شود که آیا نتیجه ابتدایی در زمان تعیین شده اعلام می شود یا خیر. با این همه شورای نامزدان ریاست جمهوری می گوید که اگر شفافیت در انتخابات تامین نشود نتیجه انتخابات را نمی پذیرد و کشور به بحران خواهد رفت. عضوهای این شورا تاکید دارند که تنها رای های بایومتریک شده برای آنان پذیرفتنی است و نامزدانی که در انتخابات دست به تقلب زدند باید به دادستانی معرفی شوند. از سوی بنابر برآورد این شورا سیا جدا شود، انتخابات ششم میزان در دور نخست برندهی نخواهد داشت. همزمان دسته انتخاباتی ثبات همگرایی میگوید اگر شفافیت تامین شود انتخابات به دور دوم نخواهد رفت. این دسته از سوی از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد که میزان مشارکت رای های بایومتریک شده اعلام کند. امان فرهنگ. با وجود خوشبینی های کمیسیون برگزاری انتخابات شفاف در ششمی میزان، نگرانی های نامزدان ریاست جمهوری روز به روز بیشود. شورای نامزدان ریاست جمهوری پس از برگزاری انتخابات برای نخستین بار موقفش را در پیوند به انتخابات اعلام می کند. رحمت الله نبیل، فرامرز تمنا، احمد ولی مسعود، عنایت الله حفیظ و شهاب حکیمی می گویند اگر شفافیت در انتخابات تأمین نشود کشور به بحران خواهد رفت. اینان همچنین تاکید میکنند که نتیجه انتخابات را در صورتی میپذیرند که تنها برای های بایومتریک اعتبار داده شود. اگر این بحران انتخاباتی مهار نشد، جلوگیری نشد، مطمئنن که خود شورای کاندیدان ریاست جمهوری من حیث یک گزینه بخشی از راه حل مسئله خواهد شد. ولی کسی که برنده میشه اگر ثابت شده که بخشی از آرایش تقلبی بوده، او صلاحیت اخلاقی و صلاحیت حقوقی بودن به عنوان زعیم افغانستان نداره. او باید به نهادهای قضایی معرفی بشه. اینان میزان اشتراک مردم در انتخابات را بسیار کمتر از آنچه میدانند که کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است. در همین حال رحمت الله نبیل میگوید نامهای کسانی را که در بدل پول تقلب کردند به زودی افشا خواهد کرد. برای اراکین دولتی خصوصا کسایی که مسئول تنفیذ قانون هستند، برای از او یکی از تیما پول توزیع کرده، هر دو تیم اما در ساعات مختلف برای از اونا گفتن که شما پول بگیره برای ما صندوق پر کنید و او اسنادش هست و ما لستش نشر میکنیم. مو به در لست ولسون سر شریکه او چه چوک دی تاس پسر تجارت کنید. انتخابات ریاست جمهوری در کل زیر سوال هست و توانمندی ازیر اگر نداشت کمیسیون ها که رای پاک ناپاک جدا بسازه، پس امکان ازیر هست که انتخابات باطل هم خواهد شد. اینجا هم دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی تاکید دارد که کمیسیون مستقل انتخابات میزان مشارکت مردم را به اساس رای های بایومتریک شده اعلام کند. به باور این دسته انتخاباتی اگر شفافیت تأمین شود انتخابات ششمی میزان به دور دوم نخواهد رفت. ما امیدوار هستیم که کمیسیون انتخابات سطح اشتراک واقعی را هرچه زودتر به اساس رای بایومتریک شده یا به تعبیر دیگر رای واقعی مردم افغانستان سطح اشتراک اعلان بکنه. اما شورای نامزدان ریاست جمهوری برعکس باور دارد که اگر رای سفید از سیاه جدا شود انتخابات در دور نخست برنده ای نخواهد داشت. همزمان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در یادداشت ده صفحه‌ای به کمیسیون مستقل انتخابات بر انتقادهای پیشینش تاکید کرده و گفته که این کمیسیون دستگاه‌های بایومتریک را به گونه ای عیار کرده بود که شناسنامه‌های بدون برچسب را نیز می‌پذیرفت. در این یادداشت حزب اسلامی تاکید شده است که آقای حکمتیار توانسته بدون شناسنامه برچسب‌دار رای دهد. جنگ میان نیروهای پشتیبانی قاطع و طالبان در 18 سال گذشته از مردم افغانستان به ویژه کودکان قربانی گرفته است. سازمان پشتیبانی از کودکان یا Save the Children میگوید تخمین زده می شود بیشتر از 20 میلیون کودک در افغانستان از جنگ 18 ساله آسیب های روحی و فیزیکی دیده باشند. از سال 2015 تا 2016 بیش از 12 هزار کودک در درگیری های طالبان و نیروهای دولتی کشته یا زخمی شدند. نرگس هورخش. از ولایت جنگ زده خوست به کابل آمده تا زخمهایش را درمان کند. در میان ده ها زخمی دیگر از جنگ ویرانگر در افغانستان.
کریم الله هنگامی که 8 سال داشت قربانی مین‌های بجا مانده از جنگ طالبان و نیروهای پشتیبانی قاطع شد. در آن روز پدرش کشته شد و یک پای کریم الله نیز قطع شد. کریم میگوید این جنگ برنده‌ای ندارد و با آن که نیروهای خارجی به افغانستان آمدند در وضعیت مردم تغییر چندانی رخ نداده. کریم همراه با ده ها کودک دیگر اینجا در بیمارستان صلیب سرخ درمان می شوند. بیمارستانی که بیشتر از 80,000 قربانی جنگ را درمان می کند. در این مرکز در کنار بزرگسالان ده ها کودک مورد درمان قرار می گیرند. کودکانی که در اثر جنگ های 18 سال گذشته یکی از عضوهای بدنشان را از دست دادند. اما آسیب های جنگ تنها به از دست دادن یک دست یا پای خلاصه نمی شد. کودکان افغان در سالهای اخیر چیزهای مهمتری را هم از دست دادند. مثلا رفتن به مکتب و یادگیری دانش. بر بنیاد گزارش نهاد پشتیبانی کودکان یا سیف د چلدرن، پس از حمله آمریکا بر افغانستان و 18 سال جنگ با طالبان بیش از 20 میلیون کودک آسیب‌های فیزیکی و روانی دیدند. نزدیک به 300 کودک به وسیله طالبان و در برخی موردها به وسیله نیروهای امنیتی به عنوان سرباز جنگی استفاده شدند. و 3.7 میلیون کودک از رفتن به مکتب باز ماندند. اغلبشان دخترانند. این نهاد از ادامه جنگ در افغانستان به شدت ابراز نگرانی می کند. هر طفلی که در 18 سال در افغانستان تولد شده و بزرگ شده با جز از جنگ هیچ چیز دیگری ندیده یا هیچ چیز دیگری از جنگ متاسفانه نمی داند. در استیتمنت یا در اعلامیه ما آمده تخمین زده می شود که 20 میلیون کودک در افغانستان در 18 سال گذشته با ترس انفجار و انتحار و رفتن به مکتب و از دست دادن اعضای خانواده و اعضای بدنشان از خواب بیدار می شوند که بسیار نگران کننده است بر ما. از سوی هم آمارهای نهاد پشتیبان کودکان نشان می دهد که از سال 2015 تا سال 2016 میلادی بیشتر از 12,000 کودک در درگیری های میان طالبان و نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند. در جنگی که آمریکا هنگام ورود به کابل وعده پایان دادن به آن را داده بود. تعهدی که هنوز روشن نیست چه زمانی به حقیقت می پیوندد. امروز 7 اکتبر مصادف است با 18 سال روز حمله ائتلاف جهانی مبارزه با هراس افکنی بر رهبری آمریکا بر افغانستان. حمله ائتلافی که به سقوط رژیم طالبان انجامید و صفحه تازه‌ای را در تاریخ افغانستان رقم زد. اما این ائتلاف در افغانستان چقدر به هدف خود رسیده؟ چه تغییرهای پس از حمله آمریکا بر افغانستان در کشور رخ داده است؟ و در نهایت پولهای هنگفتی که پس از این حمله در افغانستان سرازیر شد تا چه اندازه به گونه درست مدیریت شده است؟ پرسشی است که طارق ثاقب در این گزارش به آن پرداخته. 18 سال پیش پس از حمله 11 سپتامبر بر برج‌های تجارت جهانی در آمریکا، ائتلاف جهانی برای مبارزه با هراس افکنی به رهبری ایالات متحده آمریکا شکل گرفت. زمانی که طالبان درخواست واشنگتن را برای تسلیم دهی اسامه ابن لادن که طراح اصلی حمله های 11 سپتامبر شناخته شده بود رد کردند، این ائتلاف در 7 اکتبر سال 2001 حمله بر افغانستان را آغاز کرد. حمله ای که صفحه جدیدی را در تاریخ افغانستان گشود. با سرنگونی طالبان، جناح‌های سیاسی نظامی در بن روی یک حکومت همشمول توافق کردند و پس از آن میلیون‌ها کودک به مکتب رفتند، حقوق زنان به رسمیت شناخته شد و قانون اساسی حق تمام شهروندان افغانستان را برابر دانست. هنگامی که هواپیماهای آمریکایی بر مواضع طالبان بمب افکنی می‌کردند، زهرا 1 ساله بود و خانواده‌اش از ترس جنگ به ایران مهاجر شد.
4 سال بعد به کابل آمدند. زهرا در کابل مکتب خواند و حالا در یکی از رسانه‌های ملی افغانستان به عنوان خبرنگار کار می‌کند. پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان و آمدن دموکراسی در افغانستان، زنانی که حتی حقی را نداشتند درس بخوانند، حالا می‌توانند در مقام‌های بلند حکومتی کار کنند و هنوز هم کاستی‌های وجود دارد و خانم‌هایی که در ولایت‌ها هستند نمی‌توانند درس بخوانند و با تمام کاستی‌هایی که وجود دارد، ما هنوز هم اگر این گونه ادامه پیدا کنه به آینده زنان افغان خوشبین هستیم. پس از سرنگونی طالبان، آمریکا و متحدانش میلیاردها دلار را برای بازسازی ویرانی‌های افغانستان و همچنین نهادینه‌سازی دموکراسی در کشور سرازیر کردند. پول‌های سیلاسایی که به باور شماری از آگاهان سیاسی روند هزینه شدنش به گونه درست مدیریت نشد. ضعف مدیریتی که هم حاکمان وقت افغانستان و هم شماری از خارجی‌ها در این کار مقصر دانسته می‌شوند. افراد اشخاصی که میتونستی را خوب مدیریت بکنه، متاسفانه دولت و خارجی‌ها برشان وقت نمیداد که دیگه یک کار را بکنه. اینمی کمی و کستی از مردم افغانستان و جمع فسادگر دنیا هم امرشان یک جای شدن. در بخش مبارزه با هراس افغانی که یکی از هدفهای اصلی آمریکا و متحدانش بود، تنها دستاوردشان کشتن اسامه ابن لادن در سال 2011 میلادی بود. در سوی دیگر اما طالبانی که از سوی آمریکا هراس افغان خطاب می‌شد، در حضور نیروهای خارجی روز به روز نیرومند گردیدند، تا جایی که 18 سال پس از حضور آمریکا حاضر شد برای پایان دادن جنگ در افغانستان همراه این گروه گفتگو کند. هرچند این گفتگوها پس از 9 دور متوقف شد، اما هنوز تلاش‌ها برای از سرگیری این گفتگوها جریان دارد. و یک خبر تازه، در پی انفجار در ناحیه سوم شهر جلال آباد 10 تن به شمول یک کودک کشته شدند. مقام های محلی ننگرهار همه جان باختگان این رویداد را افراد غیر نظامی می خوانند و می گویند که در این انفجار 27 تن دیگر هم زخمی شدند. به گفته این مقام ها در این انفجار موتر نو کاستر حامل ماموران مرکز جلب و جذب ارتش ملی در این ولایت مورد هدف قرار گرفته است. زخمیان این رویداد به بیمارستان حوزه‌ای ولایت ننگرهار منتقل شدند و وضعیت شماری از زخمی ها هم وخیم گزارش شده است. نن مازیګر شاوخوا 4:30 بجې د جلال آباد ښار درې مینایي اړوند سپینې ماڼۍ ته نږدې په یوه زرنج موټرسایکل کې ځای پر ځای شوو چاودونکو توکو د ملي اردو د جلب جذب کاستر موټر چې ځوانانو پکې لږدول کې د دې ته څېرمه چاودنه کړې ده. متاسفانه په دې پېښه کې د یو ماشوم په ګډون 10 ملکي وګړي شهیدان شوي دي او 28 نور ټپیان دي چې ټپیان حوزه بیر روغتون ته لږدول شوي دي. د ځینو حالات هم نازک ښودل شوی. افغانستان کشور جوان است و آینده روشنی در پیش دارد. تادامچی یاماموتو نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل که در مراسم انتخاب نماینده جوان افغانستان برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان تأکید میکند که با توجه به نفوذ افغانستان بیشترین جمعیت این کشور را جوانان تشکیل میدهند و این جوانان میتوانند برای افغانستان یک آینده روشنی را پدید آورند. وقتتان نیک و خدا نگهدار.